magic seagull flies proudly over the Persian Gulf, and with no fear of the storm, informs the seamen getting close to the seashore. Palm and blessed lotus trees, with tangled hairs, are whispering the wind and rain prayer under the sun. And Raphael from drowned residence at the bottom of the gulf is still dreaming wailingly about the seas and its fellow travelers. Boucher Seaport, which is the port of sun, and launches lingering on the coast, the land of patient and silent people whose silence is beyond any human cry. From ancient time, this land, with several thousand years of history, has had a tight connection with the Persian Gulf and other oceans in the world. On the east side of the Bushehr province, there is a small town called Asulye with the huge gas resources. A town with ever-blazing flares which continuously radiate day and night at the Gulf shore. The lighting here never dies out. In order to exploit gas and oil resources of the South Pars and do economic activities, a lot of refineries and petrochemical companies have been established in the last 20 years in this area. Overlooking the hazy ships, we are confronted with an under-construction petrochemical company which has adopted its name from the glorious history of Persian civilization. Takhti Jamshed Pars Asulye Petrochemical Company, a company which is moving towards developing the national industry. سال 92 سرمایه‌گذارای شرکت با توجه به اینکه اکثرا به صورت هلدینگ هستن، هلدینگ هایی هستن که توی محصولات پتروشیمی صاحب کارخونه هستن، خواستن که یک مطالعه بازاری انجام بشه روی محصولات پلی‌استایرن، که خوشبختانه مطالعاتی که ما انجام دادیم دیدیم که انواع پلی‌استایرن ها رنج مختلفشون خوشبختانه بازار خیلی خوبی داره، یکی از محصولات استراتژیک ایران هست. بعد از اینکه واحد پلی‌استایرن مد نظر سرمایه‌گذار قرار گرفت، ما شروع کردیم به مطالعه روی لایسنس‌های مختلف و یه دونه واحد پلی‌استایرن معمولی یا جی پی پی اس انتخاب کردیم از شرکت تویو. به موازاتش از شرکت ام پی سی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم خواستیم که یه زمین در اختیارمون قرار بدن. خوشبختانه هر دو کار به موازات انجام شد. تونستیم واحد رو خریداری کنیم و شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم یکی از بهترین نقاط فاز دو پتروشیمی رو، یکی از زمین‌هایی که موقعیت خیلی خوبی داره، در اختیار ما قرار داد. زمینی به مساحت 5.3 هکتار در ورودی فاز دو شرکت‌های پتروشیمی. عملا زمینی که تحویل شد با یه چیزی هلوش 64-65 سوله مسکونی و تقریبا حدود 1200 نفر در اینها سکونت داشتند. In July 2014, in a period of 5 months, several industrial sheds are delivered from petrochemical companies of Zagros, Pasograd, Mobin, and Jam at the same time demolition operations are performed. تعامل خیلی خوبی با شرکت‌ها انجام شد و خوشبختانه تونستیم اولین قسمت زمین رو طی 2-3 ماه تحویل بگیریم و تخریب رو توی اون قسمت زمین شروع کنیم.
برای این تخریب سوله ها و به اصطلاح صاف کردن زمین ما یک زمان بسیار کوتاهی برای این قضیه گذاشتیم. جسورانه بود این زمانی که در نظر گرفته شد. چرا؟ چون شرکت های خارجی دیگه‌ای که تمام امکانات رو داشتن زیر 30 ماه یا 36 ماه یک همچین برنامه زمانبندی رو انجام نمیدن. برای همین منظور به موازات از پیمانکارهای دیگه استفاده کردیم. به عبارت دیگه اگر پیمانکاری نتونسته بود مدیریت منابعش رو درست انجام بده، ما بخشی از کارش رو به پیمانکار دیگه ای واگذار میکردیم. همیشه پیمانکار این احساس میکرد که اگر به موقع کارش رو انجام نده کار ازش گرفته میشه، به کسی دیگه ای داده میشه. این باعث شد که عملا کار ما خیلی زیادتر بشه، ولی باعث شده بود که تأخیرات پروژه رو به نوعی بپوشونه. سعی کردیم موازیکاری انجام بدیم، به بالاترین نحوی که میتونستیم سعی کردیم کارها رو به موازات پیش ببریم. یعنی حتی زمانی که ما زمین رو هنوز تخلیه نتونسته بودیم بکنیم، ولی مکانیک خاکمون رو انجام دادیم، مطالعات مکانیک خاکمون رو انجام دادیم. به موازات پیمونکار و مشاور در واقع مهندسی سیویلمون رو سعی کردیم بگیریم و عملا نیروهایی رو که لازم داشتیم که تو این طرح ما رو کمک بکنن این حرفا به مرور وارد سیستم. Finally, the construction of Takhti Jamshedpur's Asuliya Petrochemical Company is started by private sector investment in a total land area of 5 hectares in size. The project execution plan for construction and installation started on the 26th of December 2014, and according to provided schedule, 540 working days is considered to finish the project. The sun rises and another day emerges. With steady mind wear their overalls to get ready for uncompromising battle against stones, cements, irons, and fire. The petrochemical plant construction is begun as quickly as possible again. Many contracting companies from different parts of Iran work together in this project. Days, weeks, and months must pass till these hard metal structures are set up one after another by tireless efforts of these workers. تمام کارهایی رو که شما می‌بینید بر اساس استانداردهای خارجی نفتی و استانداردهای ایران هم طراحی شده و هم اجرایی شده و هم کنترل شده. یعنی پروسیجرهای کاری، دستورالعمل‌های اجرایی، روش‌های جوشکاری، روش‌های اجرایی، تمام مستنداتش هست، فاینال بوکاش هست، همه بر اساس استانداردها به پیمانکار ایشو شده، داده شده و پیمانکار بر اساس اون کار شما نظارت کردیم و کنترل کردیم.
workers with constant endeavor are moving towards the end of the project according to the preset schedule every moment. A team with bulldozers and excavators is paving the way. The other is pouring concrete. A team amidst metal structures is welding. Another on scaffold boards besides the tanks is painting. Some other teams are doing installation work. A different team is mapping. And ultimately, there are supervisor engineers who are in control of all the activities. این واحد صنعتی موقعی کار خودش رو شروع کرد که در اوج تحریم ها بود. برای همین ما بسیار مشکلات عدیده داشتیم در ابتدای کار، اما اون زمان که به این باور رسیدیم که ما میتونیم بدون کمک عوامل خارجی این مجموعه رو راه اندازی نصب و به تولید برسونیم، مهمترین قسمتش اون باوری بود که توسط ما و مدیران مجموعه، مدیران اجرایی به وجود اومد. در نوع خودش رکورده که بدون حضور هیچ نماینده ای از هیچ شرکتی، چه در از نظر لایسنس و امتیاز فنی، چه از سازندگانی که تجهیزات رو ساختن، این کار داره انجام میشه. به نظر من مهمترین قسمت کار ما اون باوری بوده که توی مجموعه ایجاد شده که افراد، کارشناسان و تکنسین های داخلی میتونن بهترین محصولات رو توی بهترین مجتمع‌های کشور بدون نیاز خارجی‌ها انجام بدن، و در اصل ما به این خودباوری رسیدیم. The sun is pouring in its endless heat and the molten earth is reaping fire. Never-ending long hours of the day and also heavy dust air of the region perhaps make it difficult for any creature to breathe. There is a range of attached, monotonous mountains which acts as a barrier in preventing the airflow while increasing the humidity and temperature of the area. The fact of the matter is that the man has never been able to escape from such day-to-day environmental constraints. However, what remains, what finally will be represented, is a manifestation of dignified sufferings. A complex mechanism of men and machines works together till the petrochemical company approaches to its final shape. The cerulean gulf and the fragile cool breeze of the midday, the workers spend the hours one after another till night. The men, who are far away from their families in spite of the rogue nature of the area, attempt to establish the petrochemical with their whole integrities.
The sun goes down again into the Gulf and the night falls. The flares with their fiery hair shine into the dark heart of the sky. Buildings, structures, and incomplete tanks appear like ghostly figures in the reddish halo of the area. پتروشیمی تخت جمشید فارس رو بهره برداریش رو آغاز بفرمایید. علی برکت الله. The process units of Takhti Jamshid Pars Asilawaya Petrochemical Company constitute of 5 areas. Feed unloading and storage tank. Utility area. Main process. Bagging area. Product warehouse. تولید پلی استایرن ها خب توی ایران چندین سال هست که شروع شده. شرکت های مختلفی هستن که تولید پلی استایرن ها رو دارن. ولی توی ظرفیت بالا و داشتن سبد محصول کامل تقریبا میتونم بگم شرکتی رو نداریم. به خاطر همین تو همون استراتژی اولیه‌مون و مطالعه بازارمون تمام رنج محصولات پلی استایرن رو به همراه آخرین تکنولوژی تولیدشون دیدیم و پیش بینی کردیم که از پلی استایرن معمولی 65 هزار تنی شرکت تویو شروع کردیم که خوشبختانه نصبش به موقع انجام شد. The product that will be produced ultimately in this petrochemical company is called polystyrene. The substance, which due to its relatively low price and easy shaping quality, is used in the manufacture of many products such as disposable utensils, food packaging, toys, appliances. This product is also highly used in electronics industries. هم اکنون واحد صنعتی دیگه‌ای این محصول رو تولید می‌کنه که در اصل جوابگو 25 الی 30 درصد مصرف داخل است. ما امیدواریم با راه اندازی این واحد صنعتی 100 درصد مصرف داخلی رو جوابگو باشیم و به امید خدا اگر بتونیم با دریافت خوراک کافی به حد اکثر تولید مجتمع برسیم میتونیم برای صادرات خودمون رو آماده بکنیم. با توجه به اینکه شرکت‌های رقیبی که در ایران قبلا نسبت به تولید پلی استایرن اقدام کردند از تکنولوژی‌های قدیمی بعضن 20 سال گذشته برخوردار هستند و این تکنولوژی در واقع با طراحی راکتورش خصوصاً تکنولوژی بروزی هستش در دنیا، من فکر میکنم از نظر باقی مانده استایرن موجود در محصول ما لول خوبی داشته باشیم و کاملا در واقع رقابتی وارد بازار بشیم از نظر رنگ محصول، از نظر شفافیت محصول و از نظر مسائل بهداشتیش که مقدار مونومر باقی مانده در پلیمر هست. The flow of water is heard. The gulf is near, however, the hearts and hands of the workers are still preoccupied with the work, and their feet are engrossed by the time till the promised day to come. Thereafter, perhaps,
they can freely surrender their mind to the coolness of the Gulf and take a leap into the water. یا کار تیمی که توی این پروژه انجام شد از بخش مدیریت بالای سیستم که همون هیئت مدیره باشه، از رئیس هیئت مدیره پشتیبانی که کردن، از نایب رئیس محترم هیئت مدیره که حتی توی حضور سایت هم ما رو پشتیبانی کردن و اعضای محترم هیئت مدیره، بعد گروه های اجرایی، گروه های مهندسی، گروه های پشتیبان. اگر قراردادی سر وقت بسته نمی‌شد، اگر متریالی به موقع رسیده نمی‌شد، خب تمام کارها، این زنجیره‌ای که داشت با سرعت زیادی انجام می‌شد، گسسته می‌شد و دیگه ما به این پیروزی و به این زمان و رکوردی که الان رسیدیم نمی‌تونیم برسیم. این تیم ورک واقعاً به نظر من خیلی باید هایلایت بشه، خیلی باید روش صحبت بشه و به عنوان کاری که محقق شد بهش نگاه بشه. اگر حمایت هیئت مدیره نبود و اگر واقعا این تفویض اختیاری که کردن، اگر این اعتمادی که به ما کردن وجود نداشت، واقعا نمیتونستیم به این اهدافی که داشتیم و خوشبختانه محقق شد برسیم. و الان میتونم بگم که خیلی از کاری که انجام شده مدیون همین حمایت و همین پشتوانه و اعتمادی بوده که هیئت مدیره به ما داشتن. And finally, after working continuously for 18 months and registering a unique record as such, the project is completed and the petrochemical company comes into operation. Once again, the thought and creativity of Iranian artisans mark a great event in the industry of Iran, and so another Takht-e Jamshid, this time in the form of a national project as an everlasting image in the history of Iran industry, is carved. So that in the shadow of enormous silos, in the labyrinth of hard metal structures, in its winding path lies a great ability, the ability to stand up, the ability to reach for the sky, and the ability to live by our own immense endeavor.